شماره دهم شماره دوم البته شماره اول نه در شماره دوم آغاز کردیم بله جلد دوم ما شروع میشه از دوره حزب دموکراتیک خلق که سر اقتدار آمد و نشریات مردم سر اقتدار آمد و نشراتی که در دوره بود و نشراتشان چه روحیه داشت و با چی چیز کار میکرد یعنی روحی نشرات حزب دموکراتیک و تا وقتی که تغییر میکنه چی بود و نشرات بیرون مرزی یعنی دو بخش میشه جلد دوم ما دو بخش میشه نشرات بیرون مرزی از وقتی که جهاد آغاز شد چه تعداد مجله و نشریه که در بیرون مرز به وجود آمد مثلا در پشاور و کشورهای دیگه و نشرات حزب دموکراتیک که در داخل به اصطلاح در اینجا یعنی از نظر فکری اینها فرق دارن با هم دیگه خود و اینها همه در جلد دو که فکر امیدوار هستیم که جلد دو هم تکمیل شود و بعدش اگر امکاناتی بود و تانستیم نشرات مطبوع خلاص بشه که باز رسانه ها رو بگیریم مثلا تلویزیون ها رو تلویزیون ها و باز سایت های برقی رو بگیریم یعنی نشرات برقی رو بگیریم پانسیب خب ای خوب مشخص شد که از شمس النهار تا جمهوریت بله بله. در جلد دوم گاه فکر کردین که با چی ختمش کنین با بله کدام مقطع از زمان ختمش کنین فقط قسمی که من گفتم ما دوره حزب دموکراتیک میگیریم و نشرات بیرون مرزی تا به امروز مثلا تا به امی آریانای بله بیرون مرزی که تا امروز هم دوام داره دوام داره درست درست خب یقینا نشراتی که در داخل افغانستان است فعلا به اساس امی قانون اساسی کشور و قانون بله مطبوعات بله. کشور که فعلا این نشه های اینا رو میگیریم داره همه از اینا رو همه این نشرات بله. و این که تعداد اول چه تعدادی به وجود بله. آمد و باز چه تعداد فعلا مونده درست اینی که قرار کل در او داخل میشه و بیرون مرزی تا او نشریه میگیریم که تا امروز هم دوام داره مثلا بله. هنوز هم دوام داره ولی خب با گفتیم با آمدن نشرات برقی بله. سایت ها یک ذره مطبوع کم شده بله. ولی هنوز هم دوام داره بله. در بیرون مرزوره میگیریم و در داخل نشرات داخل میگیریم تا به امروز چیزی که مانده و بعدش اگر وقت داشتیم امکانات بود باز رسانه های برقی رو میگیریم که شامل میشه با تلویزیون و رادیو ها و چیزهای دیگه بسیار تشکر بسیار تشکر جناب پوان صاحب لطف کردین صحبت های بسیار خوب با ما داشتین خب تا جایی که من شاهد هستم به صحبت هایی که با ما داشتین یعنی بر علاوه از برنامه که فعلا مفصلا در یه ارتباط صحبت کردیم شما گفتین که ما نشرات در جایی که مقیم هستین نشرات تلویزیون ملی کشور عمدتا میبینین در پهلوی سایر تلویزیون هایی که وجود داره از افغانان ما چی گونه ارزیابی میکنین برنامه های ما را از بپرسین جناب پوان صاحب که افغانان ما فرهنگیان ما که در اونجا هستن و تازه نشرات برای تلویزیون ملی قابل ازی شد که در اونجا اینا ببینن چه قسمی را استقبال کردن چی گفتنی های دارن بله من اول مشخص یک کمی عمومی تر میگم برای از اینکه از وقتی که این تلویزیون های خود افغان ها به اصطلاح نشر میشه چه در داخل چه در خارج مثلا ما داریم تلویزیون های دیگه یکی از عمر خطاب است از جناب عمر خطاب در امریکا از آقای مسکینیار است اونجا از آقای قادری است امو تلویزیون هایی که ما میبینیم در اروپا و امریکا و جای دیگه مثلا آریانا افغانستان است که از آقای بیات است و طلوع هست که در بعضی کشورهای اروپا دیده میشه و در بعض دیده نمیشه ولی از وقتی که تلویزیون ملی نشرات خود به بیرون مرز آغاز کرد حالا ما ای تو فکر میکنم نه تنها ما که همه حالا ما تلویزیون های محلی اونجا رو با تاسف که حالا کس نمیبینه اینه در کل کشورهای اروپایی و در امریکا اونجا از لحظه که تلویزیون چالان میشه یکی از تلویزیون های افغانستانی هست این مثلا تلویزیون ملی هست نشراتش میبینن تلویزیون های دیگه که بدون شک سوال شما مشخص در باره تلویزیون ملی من خودم شخصا البته در قسمت خود میتونم مشخص بگویم که من اخبار هم از آریانای آقای بیاد میبینم و هم از تلویزیون ملی و من اکثرا وقتی که مقایسه کردیم بعضی چیزها هست که اونجا هست در اینجا نیست و بعضا چیزی که اینجا هست درون نیست من نمیفهم دلیلش خود دو تلویزیون باید بفهمم
این هر دویش این خبر نشر نمیکنه، یعنی ضرورت میشه که ما هر دو رو ببینیم. بله برای برای چیز است و ما فکر میکنم که یک تغییر عمده در ذهنیت اولاد کسایی که در بیرون مرز زندگی میکنن به وجود آمده و حال همه کس افغانستان به اصطلاح تلویزیون ملی را میگیرن و میفهمن. بله و اولادای از اینا که تا بال با افغانستان آشنایی داشت بسیاریش، حال به اساس دیدن اینمی برنامه های تلویزیون ها مخصوصا تلویزیون ملی حال به افغانستان آشنا شده میگن، حال میفهمن که کشور افغانستان و درباره انکشافاتش کم و بیش که شما و دیگر دوستا نشر میکنن چیزای میگیرن و آگاهی دارن که چی میگذره در کشور. بله و تا به حال بسیار محدود بود واقعا، تلویزیون های محلی بود با زبان های محلی و امو کشور های خودشان و دیگه حال او نیست و همیشه حتی این سر زبان مهاجرین تاثیر کرده خیلی عمده. حال همه کس میتونه به زبان فارسی داری صحبت کنه، همه کس استفاده میکنه از این تلویزیون ها، باز مخصوصا جناب پوهان صاحب مخصوصا برای از این نوجوانان و اطفال برنامه های خاص دینی که نشر میشه تلویزیون ها و مخصوصا از نظر دینی تاثیرات عمده هست، از نظر زبانی تاثیرات عمده هست، از نظر فهمیدن انکشافاتی که در کشور میشه همگی آگاهی پیدا کرده میشه. تشکر استاد. یعنی تاثیر بسیار چیز داره، ارزنده داره برای اولادشان و برای کسایی که علاقه مند کشور هستن. تا بسیار تشکر جناب استاد، لطف کردین، صحبت های بسیار خوبه برای با ما داشتن. از خداوند بزرگ طول عمر برای شما آرزو میکنیم، آرزو داریم که با داشته های شما و فعالیت های فرهنگی شما هرچی بیشتر افزود به عمل بیاید و از این دست کتاب ها بیشتر از شما داشته باشید. بسیار زیاد تشکر استاد، موفق باشید. لطف شما سرچشمه باشید. خب